کشته و زخمی شدن 25 تن در حمله انتحاری در قندهار. هدف انتحار کننده نظامیان افغان. انتقاد جامعه مدنی از چشم پوشی جنایت‌های جنگی در 3 دهه گذشته. گزارش ترسیم منازعه افغانستان باید پخش شود. حکومت افغانستان زمان میتونه پایه‌های مردمی خود را توسعه بده که به عدالت بپردازد. و رحمت الله نبیل بار دیگر سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی. از سرنوشت اسدالله خالد خبر نیست. به نام خداوند یکتا و درود بر شما. به مهمترین های خبر خوش آمدید. امروز شنبه 9 سنبله سال 1392 خورشیدی برابر است با 31 آگست 2013 میلادی. من فواد امان هستم. کمیسیون مستقل انتخابات تا یک هفته دیگر برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک بسته معلوماتی را در پیوند به انتخابات توزیع می کند. این کمیسیون می گوید که شرایط تازه در قانون انتخابات سبب خواهد شد تا این بار فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فشرده باشد. در قانون تازه انتخابات آمده است که نامزدان ریاست جمهوری باید دست کم 100,000 کارت رای دهی را در بیشتر از 20 ولایت آماده کنند و 1,000,000 افغانی را به کمیسیون مستقل انتخابات تضمین بدهند. بشیر احمد قاسمی گزارش می‌دهد. در انتخابات نخست ریاست جمهوری فهرست نامزدان انتخابات به 18 تن می رسید، اما در انتخابات دوم ریاست جمهوری این فهرست به 41 تن افزایش یافت. هنوز معلوم نیست که این بار فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دراز و یا فشرده خواهد بود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در شرایط تازه‌ای که در قانون انتخابات گنجانیده شده است، احتمال دارد این بار فهرست نامزدان فشرده باشد. شرایط و اوصافی که در قوانین ذکر شده بر کاندیدای ریاست جمهوری، احتمال از این میره که نسبت به دوره قبل که بیشتر از 40 کاندید داشتیم کاهش پیدا کنه. در قانون اساسی آمده است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونانش باید شهروند افغانستان و مسلمان بوده و با جرمی از سوی دادگاه متهم نشده باشند، اما در قانون انتخابات در کنار این شرایط آمده است که نامزدان هنگام ثبت نام باید امضای دست کم 100,000 تن را از 22 ولایت کشور با خود داشته و دست کم 1,000,000 افغانی را برای کمیسیون ضمانت دهند و در صورت تکمیل نکردن 10% آرا این پول آنها دوباره پرداخت نخواهد شد. به باور جریان‌های سیاسی شرایط تازه میتواند که از تعداد نامزدان جلوگیری کرده و مردم با آسانی میتوانند به نامزد مورد علاقه خود رای دهند. برای پست ریاست جمهوری یک قانون جامع و کامل است. مردم افغانستان و کاندیدا او را باید بپذیرند. اگر تعدد کاندیداها جلوگیری نشود، برای رای دهنده ها هم مشکل است و مصارف گزاف را برای کمیسیون انتخابات ایجاب میکند. همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات از توزیع دست کم 700,000 کارت رای دهی در سراسر کشور خبر می‌دهد که دست کم 200,000 این کارت ها برای بانوان توزیع شده است. از سوی هم دو مرکز توزیع کارت رای دهی در دو ولسوالی ناامن کنر و غزنی پس از یک ماه باز شدند. مدت درست میشه که پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولایت کنر، در چپ در ولایت کنر و در زنخان ولایت غزنی هم پروسه ثبت نام رای دهندگان رسما آغاز شده و مردم میتونن که بیان با مراکز ما و کارت رای دهی بگیرن. هنوز روشن نیست که در انتخابات پیشرو کی ها نامزد خواهند بود، اما به نظر می رسد که این بار پیکارهای انتخاباتی جدی و شمار نامزدان کم خواهد بود. چشم پوشی از جنایت های جنگی و معافیت افراد متهم به نقض حقوق بشری در افغانستان پیامدهای بسیار ناگواری را میتواند داشته باشد. مجتمع جامعه مدنی افغانستان هشدار میدهد که نادیده گرفتن اشتباه های گذشته و ترویج فرهنگ معافیت در کشور بحران های عمومی و بحران های اجتماعی را به بار خواهد آورد. از سوی هم بسیاری از باشندگان شهر کابل خواهان پخش گزارش ترسیم منازعه افغانستان از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر هستند. در گزارش ترسیم منازعه افغانستان از تخطی های حقوق بشری در کشور پرده برداشته شده است و ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی معرفی شدند. حسیب مودودی در این باره گزارش تهیه کرده است. بحث برانگیزترین گزارشی که تا هنوز هیچ خبری از زمان پخش آن در دست نیست. ترسیم منازع افغانستان. ترسیم منازع افغانستان که تهیه شدن آن 6 سال را در بر گرفت، در 800 صفحه تدوین شده است و شناسه بزرگترین ناقضان حقوق بشر پنداشته می شود.
در این گزارش گفته می شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیشتر از کسانی نام برده است که به جنایت های جنگی متهم هستند. کشتن گروهی مردم و اسیران جنگی و نیز تجاوزهای گروهی و فردی بخشی از اتهام های این گزارش، آن هم در دهه 70 هجری خورشیدی، سالهایی که کشور در جنگ های داخلی می سوخت. اما اکنون تأخیر در پخش این گزارش از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی های را به همراه شده است. نقض عدالت در افغانستان و چشم پوشی از بی‌عدالتی های گذشته در افغانستان باعث خواهد شد تا بحران عمومی اجتماعی در افغانستان شکل بگیرد و مردم نسبت به پروسه ها، نسبت به حکومت، نسبت به نظام سیاسی و نسبت به آینده بی‌باور باشند. کسانی که در گزارش ترسیم منازع افغانستان متهم به نقض حقوق بشر و جنایت های جنگی شدند، گفته می شود که اکنون هم در دولت افغانستان کار می کنند. افزون بر این، از رهبران طالبان برخی از مخالفان مسئله دولت و 50 تن دیگر نیز گفته می شود که در این گزارش نام برده شده است. کسایی که جرم کرده در وطن ما را خراب کرده و کلش باید از بپنجه قانون سپرده شود. از جامعه جهانی، از حقوق بشر، از دولت می خواهیم کل نامای کلشان را افشا کنند. اسناد از اینا تماما نزد کمیسیون حقوق بشر جامعه جهانی هست، موجود است و ما خواهش میکنیم که هر چیزو تر جنایت از اینا برملا شود و اینا در دادگاه کشانیده شوند. در این گزارش گفته می شود که دست کم 170 گور دست جمعی ثبت شده است. بررسی ها هم در مورد یکی از این گورها آغاز شده است. در این گزارش شماری از فرماندهان پیشین متهم به قتل های دست جمعی شدند. ما باور ما این است که هر نوع چشم پوشی از عدالت، حتی اگر به خاطر مسائل قانونی و اقناع مردم به خاطر نظام سیاسی هم باشه، خیلی ضروری است. حکومت افغانستان زمان میتونه پایه های مردمی خود توسعه بده که به عدالت بپردازه. بارها نهادهای گوناگون و حتی شهروندان کشور خواهان پخش و گزارش ترسیم منازع افغانستان شدند. با دادگاه کشانیدن علنی ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی هم از خواستهای اساسی مردم، اما هنوز روشن نیست که این گزارش چه زمانی پخش خواهد شد. خواستیم در این باره دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد کسی حاضر به گفتگو با ما نشد. در یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 6 تن کشته و دست کم 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پیش از چاشت امروز در چوک شهیدان در برابر دفتر کابل بانگ رخ داد. با گفته سخنگوی والی قندهار، بیشتر قربانیان این رویداد را نظامیان تشکیل می دهد. از مساجد گرفته تا مکانهای تجارتی، همه در این روزها اهداف تراش شده هراس افغانان. امروز هم حمله کننده انتحاری مواد همراهش را در همینجا نمایندگی کابل بانگ در شهر قندهار انفجار داد. در این رویداد 6 تن کشته شده و دست کم 20 تن دیگر زخمی شدند. یه ولس نیم بجه چې موږ د تناسب دکان کې دننه بس یو دم دروپس چې دروپس واره دکان اندار مندار مسرمات سوینه واره موږ ډیر مړ و به خډیر و درې سلور لنجر د ټاکس. هدف حمله کننده ظاهرا نیروهای امنیتی بودند که در اینجا برای گرفتن معاش انتظار میکشیدند. کلا زلمه گیر شوی چې نتیجه کې شپږ نفر شهیدان دي او شل نور زخمیان. څو شهیدان کې څلور نفر د سیوګړي، یو پولیس او یو د کابل بانک ساتونکو دی. زخمیان کې څه مشخص نه دي، څومره پولیس دي او څومره ملکیان. اما مسئولان بیمارستان میرویس در قندهار میگویند که 8 نفر کشته و 26 زخمی این رویداد به این بیمارستان انتقال یافتند که بیشتر آنها افراد پلیسند. هرچند این باری نخست نیست که سربازان امنیتی هنگام گرفتن معاش در برابر بانک ها قربانی حملات انتحاری می شوند. اما پرسش اینجاست که چرا تا اکنون نهادهای امنیتی نتوانستند رای حلی در این باره جستجو کنند. حملات هراس افغانان هم در مکانهای بازدگانی و عبادتگاه ها چیز کم پیشینه نیست. یک روز پیش هم حمله کننده دیگر انتحاری خودش را در یک مراسم فاتحه خوانی در ولسوالی ارچی ولایت کندوز در یک مسجد منفجر کرد. در این رویداد به شمول ولسوالی دشت ارچی 8 تن دیگر کشته شدند. رحمت الله نبیل به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شد. رئیس جمهور کرزی یک سال پس از برکناری آقای نبیل از ریاست عمومی امنیت ملی، بار دیگر مدیریت این نهاد را به او سپرد. این اقدام رئیس جمهور کرزی مدت ها پس از ترور اسدالله خالد رئیس پیشین امنیت ملی صورت گرفت که گفته می شود هنوز به گونه درست سلامتی خود را به دست نیاورده است. رحمت الله نبیل 45 ساله 2 سال و 2 ماه رئیس عمومی امنیت ملی بود. رئیس جمهور در 29 اگست 2012 آقای نبیل را به دلیل نامعلومی از ریاست عمومی امنیت ملی برکنار کرد.
گزارش های متفاوتی درباره برکناری او وجود داشت. بسیاری ها دست داشتن او در حرکت های ضد طالبانی که به نام قیام مردمی یاد می شد را دلیل اصلی برکناری او می دانستند. اکنون دقیق پس از یک سال دوباره رئیس جمهور مدیریت این نهاد را به او داده است. او سرپرست است و باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. زمان نبیل ادارات کشفی و استخباراتی افغانستان از یک وجاهت و جایگاه خوبی هم برخوردار بودند. به این لحاظ با رفع این قصه ما امیدوار هستم که نه به عنوان سرپرست بلکه به عنوان رئیس عمومی دوباره رای اعتماد بگیرن و ما امیدوار هستم که بتانه دوباره امو گونه که در گذشته مدیریت خوب را به نمایش گذاشت آقای نبیل در بخش سازماندهی مجدد کار کشفی استخباراتی توفیقات بیشتر داشته باشه. پس از برکناری او اسدالله خالد رئیس امنیت ملی شد، اما یک انتحار کننده که گفته می شد حامل پیام صلح شورای کویته بوده در یکی از مهمانخانه های امنیت ملی او را ترور کرد و به شدت زخمی شد. هنوز از سرنوشت اسدالله خالد خبری در دست نیست. مشخص نیست آیا او واقعا سلامت جسمانی خود را به دست آورده است یا نه. هرچند یک بار پس از تداوی شدن در امریکا به افغانستان برگشت، اما دوباره مشکلات ناشی از آن حمله او را مجبور کرد به امریکا برگردد. نبیل در حال دوباره به اداره امنیت ملی برمیگردد که ماهای اخیر نقاط مختلف افغانستان شاهد حملات سنگین هراس افغانی بوده است. آگاهان ناامنی های چند ماه اخیر را به ضعف سیستم استخباراتی کشور نسبت میدهند. زمانی که آقای خالد متاسفانه مورد حمله تروریستی قرار گرفت و بعد از ایشان یک نوع ساختار امنیت ملی افغانستان را او چیزی که انتظار میرفت ازش نمیتونست انتظارات مردم را به لحاظ امنیتی برآورده بسازه. آقای نبیل در حال امروز سرپرست امنیت ملی شد که یک حمله کننده در قندهار شماره را کشته و زخمی کرد. آقای نبیل 10 سال در بخش های مختلف نهادهای سازمان ملل متحد به ویژه در بخش پناهجویی کار کرده است. او همچنان به عنوان معاون شورای امنیت، رئیس محافظت از رئیس جمهور و رئیس گروه ارزیابی های مرکزی شورای امنیت ملی کار کرده است. کارمندان و مهندسان شهرداری کابل در ساحه حوزه 5 مسای افراد زورمند تهدید شدند. شهردار کابل میگوید که زورمندان در شمار از کوچه های چهارراه قنبر درختان را قطع کرده و در پیاده روها ترکاری کشت می کنند و نیز آنها کارمندان شهرداری کابل را با تفنگ تهدید می نمایند. اما مسئولان حوزه 5 شهرداری کابل میگویند که به زودی این مشکل بررسی خواهد شد. ظاهراً این پیاده روها از سوی زورمندان در حوزه 5 امنیتی شهر کابل غصب شدند. شهردار کابل ادعا دارد هنگامی که کارمندان این نهاد می‌خواستند برنامه توسعه شهری را در چاره قنبر عملی سازند، شمار از زورمندان مانعی کار این کارمندان شدند و آنان را با سلاح تهدید کردند. به گفته شهردار، این زورمندان درختان را در ساحه چاره قنبر قطع کرده و در پیاده رو جاده ها بانجان رومی کشت می‌کنند و هیچ کس مانع کار آنان شده نمی‌تواند و حتی برای مانع شدن این زورمندان کارمندان شهرداری کابل با تهدید روبرو شدند. مسئولان شهرداری کابل میگویند که در این ساحه امنیت تامین نیست و مسئولان حوزه 5 امنیتی هیچ توجهی در این مورد ندارند. اونها فکر میکنند درخت هایی که پیش روی خانهشان در کوچه است جایدار مالکیت شخصی از اونها است، در حالی که بیرون از دیوار خانه خود اینا حق ندارند. کسی که در اونجا وسیله تهدید بر ما بود کسایی بودند که در پیاده رو سرک بادنجان رومی کاشته و جالی گرفته و از او حاصل بر می دارن. ما از وزیر صاحب داخلی کشور جدا تقاضا می کنم این موضوع را مورد بازپرس و پیگرد جدی قرار بده و ایره کسایی که در اینجا چنین حرکاتی را انجام دادن که خود را منصوب پلیس هم معرفی کردن در حالی که لباس پلیس هم نداشتن با اونا برخورد قانونی بکنن. اما مسئولان حوزه 5 امنیتی میگویند که بسود این موضوع به بررسی گرفته خواهد شد. قماندان سیبرمه پکتیا در برابر شاروارس قرار گرفته. این باید بازپرس قانونی شوه، پرسان شوه، علتش چی بوده، انگیزه چی بوده. قرار است بر بنیاد برنامه توسعه شهری شهر کابل جاده ها و جوچه های چارای قنبر با هزینه 63 میلیون افغانی ساخته شوند که این پروژه بر خوقات از سوی زورمندان در اینجا با مشکل روبرو می شود.
در سه ماه نخست سال روان هجری خورشیدی بیش از 660 رویداد ترافیکی در کشور رخ داده است که 425 تن در این رویدادها جان باختند. رئیس عمومی ترافیک کابل میگوید که 20% رویدادهای ترافیکی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از سوی هم باشندگان شهر کابل عامل اصلی رویدادهای ترافیکی را وضع نابسامان جاده ها و به احتیاطی راننده ها میدانند. قطعه نمایشی ترویجی زراعتی برای بانوان رسماً در فرم پیلاوری دارلمان گشایش یافت. این پروژه به هزینه مجموعی بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی از سوی وزارت زراعت ایالات متحده آمریکا به خاطر آموزش دادن فنون تازه کشاورزی برای بانوان راه اندازی شده است. مقام ها در وزارت زراعت این پروژه را موفق دانسته میگویند که عملی شدن این پروژه به کشاورزان کم زمین و فقیر کمک میکند تا با آب کم و بدون استفاده از مواد کیمیاوی فرآورده های خوب به دست بیاورند. اقدام نظامی یک جانبه و سوریه تخطی مستقیم از قوانین بین المللی است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با بیان این مطلب میگوید که این اقدام راه حل سیاسی برای بهبود اوضاع در سوریه نیست. از سوی هم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در واکنش به حمله احتمالی آمریکا به سوریه ابراز نگرانی کرده و می افزاید که آمریکا در پی ساختن شواهد جعلی برای آغاز جنگ در سوریه است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که کشورش یک واکنش محدود نظامی به سوریه را مورد بررسی قرار می دهد که نیروهای زمینی این کشور در آن اشتراک نخواهند کرد، اما وی تاکید می کند که تا اکنون در این باره و تصمیم نهایی نرسیده است. اتاق تجارت و صنایع شرکت غضنفر گروپ را به جعل اسناد متهم کرده و میگوید که با تحریف از گفته های مسئولان اتاق تجارت پیام های بازرگانی خلاف واقعیت ساخته و از همین رو به وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت درج کرده است. اتاق تجارت هشدار می دهد که اگر عرضه نفت بی کیفیت این شرکت متوقف نشود به آشکارسازی حقایق ادامه می دهد. اتاق تجارت میگوید اخیراً شرکت غضنفر گروپ پیام های بازرگانی را با استفاده از برخی رسانه ها و در بدل پول به نشر میرساند که گفته های مقام های این نهاد در آن تحریف شده است. مسئولین در این نهاد میگوید به همین منظور به کمیسیون بررسی شکایات رسانه ای درج کرده است تا شرکت غضنفر با این کار خود مورد بازپرس قرار گیرد. متاسفانه که یک تعداد اشخاص و افراد بعضی پیشوند و پسوند کلمات حقجوره و از ما را کت کده و بعض به حیث یک اعلان تجارتی کار بکدن. ما امروز مکتوب به وزارت مطبوعات نوشتیم و اطلاعات و فرهنگ نوشته کردیم و به کمیسیون هم نوشته کردیم که این قسم اعلانات که اجازه ما نباشن، اجازه امو شخص نباشن، از لحاظ قانونی اساسی این کار باید صورت تحریف شده. صحبت شما بدون شک تحریف و این معنی شده که امی چیزی کلمه تکمیل نشده. در همین حال رئیس مجلس صنعت و وزیر تجارت در دیدار با اتحادیه وارد کنندگان مواد نفتی و گاز مایع تعهد کرده است که هیئت بین المللی را برای بررسی تولید بی کیفیت مواد نفتی شرکت غضنفر را موظف میکند. هیئت بین المللی بی طرف که توانایی ارزیابی فابریکا و همچنان توان تشخیص مواد نفتی موجود داشته باشه و این نظر بده که امتزاره که میارن دیگه ما تصفیه میکنیم، این تصفیه یا میکس یا یک جای کردن یا مخلوط کردن، او حیات ده حکم وجود داره، اما عملا او بدون از او حیات فنی باقی از حیات رفته بودن به حیرتان. به گفته آنان وزارت تجارت تعهد کرده است که از طریق وزارت خارجه کشور به ترکمنستان به گونه رسمی گفته خواهد شد که واردات مواد نفتی را به شرکت غضنفر گروه متوقف کند. ترکیب حیات یک ارگان بسیار مهم که ایره تشخیص کرده بتونه او نبود، غیر حاضر بود. این بسیار مهم بود. بله. آیسا باید معرفی میکرد یکی از شرکت های بین‌المللی را که اهل از این کار باشه، که وا لیسنس داشته باشن که را کنترل کرده بتونن. به گفته وارد کنندگان مواد نفتی پس از آن که شرکت غضنفر گروپ به خاطر جعل اسناد و وارد نمودن نفت ممنوع ذخایرش مهر لاک شده است، بهای نفت در کشور پایین آمده است. طلای ممنوع را مهر لاک کردن در حالی که امروز پرسان کرده میتونین از بنادر عمده افغانستان تیل تا جا پس دوباره واردات خود شروع کردن، به خاطر که دولت جواب مثبت داده برشان واردات دوباره شروع کردن، امروز تیل پایین آمده. گفته می شود هزاران شهروند کشور از اصل مواد نفتی بی کیفیت با بیماری های سرطانی تنفسی دچار شده، حتی صدها تن دیگر نیز از اثر آن در کشور جان داده اند. بر بنیاد گزارش ها غضنفر گروپ در 7 ماه گذشته
4060 تن مواد ممنوعه پریماگون را وارد کشور کرده است. در همین حال دست کم 50 ذخیره‌گاه مواد نفتی غزنفر گروپ در شهرک بازرگانی حیرتان مخرلاق شدند. رئیس خدمات سکتوری ولایت بلخ میگوید که این کار توسط هیئت معظف و دستور ریاست جمهوری صورت گرفته است. در این ذخیره‌گاه 3000 تن مواد نفتی نگهداری می شود. با سلام مجدد و حال ادریس تیموری خبرهای ورزشی را تقدیم می کند. تشکر فواد. با عرض سلام و این همچند روی داده وردشی. رقابت های اتلتیک خفیفه جام اما با اشتراک 60 ورزشکار در کابل برگزار شد. در این رقابت ها 60 ورزشکار در مشق های دوش، خیز دور و پرتاب گلوله با یک دیگر رقابت کردند. در پایانی رقابت ها در بخش خیز دور عبدالهادی به مقام نخست دست یافت. احسان و آقا محمد در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش دوش 100 متر آقا محمد، احسان و عبدالهادی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند. همچنان در بخش پرتاب گلوله فرید کریم و اسمت الله مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند. تیم والیبال ساحلی جوانان خیرخانه عنوان قهرمانی رقابت های انتخابی والیبال را به دست آورد. تیم های مکرو رایان و آریانا در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در دیدار نهایی رقابت ها تیم والیبال ساحلی جوانان خیرخانه با نتیجه 2-0 تیم والیبال ساحلی مکرو رایان را شکست داد. این رقابت ها با اشتراک 32 ورزشکار از 17 باشگاه در میدان ورزشی ریاست کمیته ملی المپیک برگزار شده بود که در پایان این رقابت ها 6 ورزشکار برتر به تیم انتخابی کابل برگزیده شدند. تیم فوتبال بایر مونیخ در ضربات پنالتی با پیروزی مقابل چلسی قهرمان جام برتر اروپا شد. تیم‌های فوتبال بایر مونیخ و چلسی دیدار نهایی جام برتر اروپا را در ورزشگاه آدن آرانا شهر پراگ جمهوری چک و در حضور 21000 تماشاگر برگزار کردند که در پایان بایر مونیخ پس از تساوی 2-2 در وقت‌های معمولی مقابل چلسی با پیروزی در ضربات پنالتی با نتیجه 5-4 عنوان قهرمانی را به دست آورد. فرناندو تورز و آدن هازارد گل‌های چلسی را به ثمر رساندند و دو گل بایر هم توسط ریبری و خوان مارتیز داخل دروازه چلسی شد. در ضربات پنالتی مونیخی‌ها تمام ضربات خود را به گل تبدیل کردند، اما لوکاکو آخرین ضربه پنالتی چلسی را از دست داد تا در نهایت بایر مونیخ قهرمان سوپر جام شود و گواردوویلا هشتمین پیروزی خود مقابل مورینیو را به دست آورد. از توجهتان سپاس. خداوند نگهدارتان.